مکاشفه فصل 19. پس از این وقایع صدای شنیدم که مانند فریاد گروه زیاد در آسمان تنین افگند و می گفت: خدا را شکر، خدا را شکر، رستگاری و جلال و قدرت از خدای ماست، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زنای خود زمین را آلوده ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. آنها بار دیگر گفتند: خدا را شکر، دود آن در تمام زمانها و قرون بلند خواهد بود. آن 24 پیر و 4 حیوان در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند: آمین، خدا را شکر. آنگاه از تخت صدای آمد که می گفت: ای تمام بندگان او و ای کسانی که از او می ترسید، از کوچک و بزرگ خدای ما را سپاس گویید. آنگاه صدای شنیدم که مانند صدای گروه زیاد و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود و می گفت: خدا را شکر، خداوند خدای ما که قادر مطلق است سلطنت می کند. خوشی و مجد کنیم و جلال او را ستایش کنیم، زیرا زمان جشن عروسی برا رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و لباس از کتان نازک و پاک و درخشان را پوشیده است. مقصد از کتان نازک اعمال نیک مقدسین است. سپس فرشته به من گفت: این را بنویس: خوشا به حال کسانی که به جشن عروسی بره دعوت می شوند. او همچنین به من گفت: اینها کلام حقیقی خداست. در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت: نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت که به عیسی مسیح شهادت می دهند. خدا را پرستش کن، زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده الهام بخش تمام پیشگویی هاست. آنگاه آسمان را باز دیدم، اسب سفید در آن جا بود که نام سوارش امین و حقیقت بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند. چشمانش مانند شعله آتش بود. نیم تاج‌های بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد. او لباس آغشته به خون بر تن داشت و کلام خدا نام داشت. لشکریان آسمان که سوار بر اسب‌های سفید و با لباس‌های کتان پاک و درخشان پوشیده بودند به دنبال او می‌رفتند. از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در حوضچه خواهد فشرد. بر لباس وران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. آنگاه فرشته را در آفتاب استاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگان که در میان آسمان به حال پرواز بودند می گفت: بیایید و برای جشن بزرگ خدا جمع شوید و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسپان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. حیوان وحشی و پیامبر دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. پیامبر دروغین با معجزات خود کسانی را که
علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن انداخته شدند. لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همه پرندگان از گوشت آنان سیر شدند.